بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این چند روز از سراسر کشور صدها مراجعه به بنده شده. و از بنده خواسته اند که در رابطه با خطبه جمعه یکی از آقایان اهل سنت چیزی عرض کنم. واقع مطلب اینه که ما در محضور هستیم. واقع مطلب اینه در محضور هستیم. از طرفی بزرگان فرمودند که به مقدسات اهل سنت جسارت نکنیم، و از طرفی میبینیم که بعضی از اونها پای خودشون را از گلیمشون درازتر میکنن و از این نهیی که بزرگان فرمودن سوء استفاده میکنن. خب ما چه کنیم؟ آیا سکوت کنیم؟ یا اینکه به تکلیفمون عمل بکنیم؟ بنده همیشه گفتم که حقایق امور صدر اسلام را و اون چی که متعلق است به مسئله امامت و خلافت، حقایق امور را باید بگیم، چیزی را نباید اخفا کنیم. بنده معتقدم که حقایق به اون طوری که هست بایستی بیان بشود، البته با دو شرط. همیشه گفتم شرط اول این است که با متانت حرف بزنیم، شرط دوم این است که مستند حرف بزنیم. ولذا روی این مبنا بنده میخوام عرایضی داشته باشم، و این عرایض را در چند مطلب عنوان میکنم. مطلب اول اینه که چرا آقایون این همه دفاع از صحابه میکنن؟ مگر صحابه چیکار کردن که در طول این تاریخ همچنان آقایون از صحابه دفاع میکنن؟ خب لابد چیزی هست که اینجور مصرن بر دفاع از صحابه. این همه اصرار دارن بر وجوب محبت همه صحابه. حالا صحابه کیا هستن؟ تمام 120 هزار نفری که خیلی از اینها صرفاً پیغمبر اکرم را دیدن یا معاصر پیغمبر اکرم بودن، ولو در یمن زندگی میکرده، این جزء صحابه است. اینطور میگن؟ خب ما همه اینا رو واجب است که دوست داشته باشیم، یعنی اغماز کنیم از تمام اونچه که درباره اینها نوشته شده در کتب، اغماز کنیم از اونچه که در سیره اینها میخونیم، بلکه
بلکه ادعا میکنند که هر کسی که بر علیه صحابه چیزی بگوید او یهودی است. اینا یهودی ها هستند که بر علیه صحابه حرف میزنند. بنده در کتاب عدالت الصحابه و التابعین، کتاب قطوری هم هست که نوشتم و چاپ شده، راجع به صحابه مفصلا بحث کردم. تمام منابع بنده در این کتاب منابع معتبر اهل سنت. اگر بنا باشد که اعتراض بر صحابه کار یهودی ها باشه، پس ابن هشام، طبری، ابن حجر عسقلانی، ذهبی، ابن کثیر، سیوطی، نمیدونم بقیه علماشون، این همه یهودیان. چون تمام منابع بنده در این کتاب از همین ها و امثال این هاست. اینها هستن که نقاط ضعف صحابه را نقل کردن به دست ما رسوندن. ما که از خودمون جعل نکردیم. اگر طعن بر صحابه کار یهودی هاست، پس همه علماشون یهودی هستن. همه علماشون اتباع یهود هستن. عدالت صحابه را نمی شود به اثبات رسوند. عدالت صحابه را قاطبتاً به اثبات نمی شود رسوند. نه با قرآن، نه با سنت، نه با اجماع و نه با عقل عدالت صحابه با همه ادله اربعه منافات داره. عدالت الصحابه اجمعین قول باطلی است، هیچ دلیل نداره. پس این همه دفاع از صحابه برای چی؟ مگر یک باطلی رو هی تکرار کردن تکرار کردن تکرار کردن این حق می شود؟ مگر یک کذبی را هی تکرار بکنن تکرار بکنن این حقیقت می شود؟ این امر اول. آقایون چاره ای ندارن، یا این کتاب ها را، کل کتاب هاشون را معدوم کنن بریزن تو دریا. دست ما کوتاه بشه از این منابع، و یا اینکه بیان حقیقت را بپذیرن، لااقل سکوت کنن، لااقل سکوت کنن. این مطلب اول. مطلب دوم، قضیه فتح ایرانه. خب ما در این قضیه تحقیق کردیم، ما میدونیم قضایا از چه قراره. واقع مطلب در فتح ایران و غیر ایران عبارت از اینه که صحابه رسول الله و تابعین صحابه از خلیفه دوم آقایون خسته شده بودن، از بس که اهانت میکرد، از بس که خشونت داشت. او متوجه شده بود که عاقبت امر عثمان خواهد شد. خب عثمان را کیا کشتن؟ خود صحابه و تابعین کشتن دیگه. فهمیده بود که عاقبت امر عثمان خواهد شد. اینایی که عرض میکنم با مدرک میگم. ناچار شد که
لشکر اسلام را بفرسته به بلاد مختلف به عنوان فتوحات تا در مدینه نباشن. ضمن اینکه اینا غنایمی هم به دستشون میرسه و از مالیشون هم خوب میشه. مخصوصا شیعیان امیرالمؤمنین رو هم میفرستاد در این فتوحات. و فتح ایران رو شما نگاه بکنید، فرماندهان لشکر عده‌ایشون شیعیان امیرالمؤمنین بودن و تعمد داشته که اینا رو بفرسته بیرون، اما واقع شد اون چرا که ازش فرار میکرد. اون صحابه‌ای که دنبال این قضیه بودن بالاخره کسی رو پیدا کردن و اون چرا که ازش فرار میکرد درش واقع شد. کسی فکر نکند که فتح ایران یا غیر فتح ایران فضیلتی است برای او. نه خیر، اینطور نیست، اینطور نیست. و اهل تحقیق میدونن ممکنه که سایر مردم که با این امور سر و کار اونچنان ندارند گول این امور را بخورن، ولی اینطور نیست. این آقا ادعا کرده که امام حسن و امام حسین علیهم السلام در جیش او بودند. این از اکذب اکاذیبه، ناقلش هر کی میخواد باشه اگر کسی نقل کرده باشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این است که این عاشق میگوید که من میخوام الزام خصم بکنم، من از باب الزام خصم این مطالب را گفتم. اولا به مقتضای حدیث معتبر که در ذیل آیه مبارکه 45 از سوره زخرف آمده که این حدیث را حاکم نیشابوری از بزرگان اهل سنت و غیر او روایت کردن، در این حدیث آمده که وقتی پیغمبر اکرم رفتن به معراج در اونجا ملاقات کردن با انبیاء سابقین، از انبیاء سابقین سوال کردن الا ما بعثتم، شما امتهای خودتون را بر چی دعوت کردید و خداوند متعال بر چه چیزی شما را مبعوث کرده بود، رسالت شما چی بوده؟ اونا جواب دادن توحید خداوند متعال، رسالت پیغمبر اکرم، ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. امیرالمؤمنین ولایت داشتن بعد از پیغمبر اکرم از اول خلقت بر همه مخلوقین ولایت داشتن. این که خانومی را به عقد آزادشون در بیارن یا در نیارن یا چطور بشه، اصلا امیرالمؤمنین ولایت دارن، این اعتقاد ماست و دلائل داریم بر این اعتقاد اگر او میخواد ما را ملزم بکنه. این از یک جهت. از جهت دیگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه به مقتضای الست و اولا بکم من انفسکم قالو بلا قال فمن کنت مولا فهذا علی مولا، ولایت داشتن حتی بر خود خلیفه آقایون. لذا آمد گفت بخن بخن لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. این عاشق چی میخواد به اثبات برسونه با این سخنرانیش؟
این اولا. ثانیاً شیخ مفید که از بزرگان علمای شیعه است، در کتاب الارشاد ایشون می‌فرماید به این که این قضیه آمدن اون خانم دختر یزد جرد به مدینه و اینا در زمان خود امیرالمؤمنین بوده، اصلا ربطی به فتح ایران نداره، ربطی به خلیفه دوم آقایون نداره اصلا. اگر میخواد ما رو ملزم بکنه، خب این کتاب ماست، اینم شیخ مفیده که بزرگ ماست، این چه جور الزامه؟ این داله بر اینه که آقا سواد نداره، آقا کتابای ما رو نخونده، خبر رو نداره، اون وقت ما رو ملزم بکنه. ملزم به چی میخواد بکنه ما رو؟ اصلا این داستان در زمان امیرالمؤمنین واقع شده. میخواید عبارت شیخ مفید رو بخونم؟ دارم عبارت شیخ مفید را. راجع به امام سجاد علیه السلام شیخ مفید میفرماید و امه شاه زنان بنت یزد جرد ابن شهریار ابن کسرا و یقال ان اسمها شهربانو و کان امیر المؤمنین علیه السلام ولا حریث ابن جابر الحنفی جانبا من المشرق فبعث الیه بنت یزد جرد ابن شهریار ابن کسرا فنحل ابنه الحسین شاه زنان منهما فاولدها زین العابدین علیه السلام و نحل الاخرى محمد ابن ابی بکر فولدت له القاسم ابن محمد. این در زمان خود امیرالمؤمنین اتفاق افتاده، چه ربطی داره به خلیفه شما؟ اگر میخواید ما رو ملزم بکنید، این چه الزامیه غیر از این که دلالت داره بر جهل؟ و از اون طرف شیخ ابن شهرآشوب در کتاب مناقب آل ابی طالب علیه السلام ایشون روایت رو این چنین نقل میکنه که اگرم صحت داشته باشه این قضیه در زمان فتح ایران اتفاق افتاده باشه، ابن شهرآشوب این چنین نقل میکند لما ورد سبی الفرس الى المدینه اراد عمر، دقت کنید این عبارت را، ماها غافلیم از خیلی از امور، لما ورد سبی الفرس الى المدینه اراد عمر بیع النساء و ان یجعل الرجال عبید العرب. بحث عرب و عجم بوده و ان یجعل الرجال عبید العرب و عزم ان يحمل العليل والضعيف والشيخ الكبير في الطواف وحول البيت على ظهورهم فقال امير المؤمنين صلى الله عليه الصلاه والسلام ان النبي صلى الله عليه واله قال اكرموا كريم قوم وان خالفوكم وهؤلاء الفرس حكماء كرماء فقد القوا الينا بالسلم یا بالسلام و رغبوا في الاسلام، مسلمان شدن اینا، فقد اعتقت منهم لوجه الله حقي و حق بني هاشم. اینو خونده این شیخ یا نخونده؟ چه جور میخواد ما رو ملزم بکنه؟ به چی ملزم بکنه؟ فقالت المهاجرون والانصار قد وهبنا حقنا لك يا اخا رسول الله فقال اللهم اشهد انهم قد وهبوا وقبلت واعتقت. وقت چی گفت عمر؟ فقال عمر سبق اليها علي بن ابي طالب ونقض عزمتي في الاعاجم. عرب و عجمی در کار هست.
پس این چه الزام کردنیه از یک شیخی که ادعا میکنن که شیخ المفسرین، شیخ خودم دارم چی؟ چگونه میخواد ما رو الزام بکنه به اون چه که خلاف چیزی است که در کتب ما موجود هست؟ شیخی که براش القاب و عرض کنم که مقاماتی قائلن که قطعاً یکی از شاگردان جوان بنده از او اعلمه، قطعاً اگر کسی باور نمی کنه مراجعه کنه به این مراکزی که ما تأسیس کردیم، مرکز تخصصی امامت، مدرسه امامت، مرکز حقایق اسلامی، کسی باور نمی کنه مراجعه کنه. مطلب چهارم این که مسئله خلافت، خلافت اولی و دومی با این حرف ها حل نمیشه. این مشکل تا روز قیامت باقیه. اما سومی که هیچ، سومی که خودشون به تکلیف شرعیشون عمل کردن، اولی و دومی مشکل خلافتشون به این زودی ها حل نمیشه. این تا روز قیامت ادامه داره. بی جهت هم زحمت میکشن. ما حرفای ابوبکر باقلانی رو دیدیم، حرفای فخرالرازی رو دیدیم، حرفای سعد الدین طفتازانی رو دیدیم، حرفای قاضی ایجی رو دیدیم، حرفای قبلی ها بعدی ها قابل حل نیست. نمیشه توجیه کرد اون چرا که واقع شده. بی خود زحمت میکشن، بی خود زحمت میکشن. و بنده کتابی نوشتم، اسس المذاهب السنیه، پایه های مذاهب اهل تسنن، اسس المذاهب السنیه. و هر کی میخواد مراجعه کنه ببینه آیا راهی برای اثبات خلافت آقایون وجود داره از قرآن، از حدیث، از عقل، از اجماع. چرا بی خود زحمت میکشن؟ زندگی کنن، نونشون رو بخورن، بگذارن کشور آرام باشه. چرا ایجاد اختلاف میکنن؟ چرا اضطراب ایجاد میکنن در جامعه؟ چرا اذهان رو تشویش میکنن؟ همچنانی که ما فرمایش بزرگانمون را اطاعت میکنیم، خب اونا هم اطاعت کنن، زندگی کنن. مطلب پنجم که آخرین مطلب بنده است اینه که او میخواست ما را الزام بکنه. خب الان ما حق داریم الزام بکنیم یا نکنیم؟ ما حق داریم اونا را الزام بکنیم از منابع خودشون یا حق نداریم؟ ما حق داریم بحث بکنیم، مستند بحث بکنیم و با حفظ ادب و با متانت بحث کنیم، نسب عده کثیری از صحابه را در بیاریم از کتب. حق داریم این کارو بکنیم یا حق نداریم؟ کتب خودشونه، از منابع خودشون، از باب الزام اینا رو ما بحث بکنیم، تحقیق بکنیم، حق نداریم؟ حق نداریم بیان بکنیم که در صدر اسلام چه ظلم هایی بر صدیقه طاهره وارد شده؟ از منابع دست اول خودشون حق نداریم بیان بکنیم؟ از منابع دست اول خودشون
ایام فاطمیه در پیشه. بنده تقاضا میکنم از همه خطبا و آز، تقاضا میکنم از همه ائمه جمعه، البته با متانت، البته با ادب، البته به طور مستند حقایق امور را برای مردم بگن. بنده تقاضا دارم از همه حیات مذهبی در سراسر کشور که مراسم صدیقه طاهره را به احسن وجه برگزار کنند. این حقایق باید بماند. موندن این حقایق به دو چیز است: الاول اقامه این جلسات و شعائر دینی، الثانی بحث‌های علمی، چه در گفتار چه در نوشتار. مباحث امامت و خلافت باید ادامه داشته باشد. ما مسئولیت داریم در برابر امیرالمومنین صدیقه طاهره و ائمه اطهار. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از ما انتظار دارند که هم مراسم را به خوبی برگزار کنیم، هم از نظر علمی اهل تحقیق باشیم و دفاع بکنیم و حقایق را بیان بکنیم. لااقل شیعیان اهل بیت ایمانشون تقویت بشه. ما کاری با دیگران هم نداریم. خود شیعیان تزلزل در ایمانشون پیدا نشه. البته از همه حیات، از همه مداحین، از همه علما و وعاظ تقاضا میکنیم که رعایت ادب و متانت را داشته باشن، بهانه دست دشمنان داده نشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.